نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در گزارش سالانش می گوید که در یک سال پسین 5 خبرنگاران در کشور ناپدید شدند. بر بنیاد اعلامی این نهاد بیش از 130 رویداد در سال روان میلادی ثبت کردند که 17% کاهش نسبت به سال گذشته در قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را نشان می دهد. در اعلامی این نهاد همچنان آمده که بیش از یک سال پسین صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کارهایشان را از دست داده و بیش از 100 رسانه تصویری، صوتی و چاپی فعالیت‌هایشان را متوقف یا محدود شده است. بشیر احمد شیرزاد در این مورد گزارش می‌دهد. کاهش 17% رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2022 میلادی. نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در گزارش سالانه اش می گوید که رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2022 میلادی 17% کاهش یافته، اما به گفته مسئولان این نهاد این مورد به این معنی نیست که افغانستان کشور امنی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ای باشد. بر بنیاد اعلامیه این نهاد 132 مورد رویداد خشونت در سال جاری میلادی به ثبت رسیده که از جمله مواردهای چون کشته، زخمی، احضار، ناپدید شدن، لتوکوب، توهین و تهدید و بازداشت را در بر میگیرد. خشونت در برابر خبرنگاران هنوز هم ادامه داره. ما جای خوشبختی هست که این سال نظر به سال 2021 17% کاهش خشونت در برابر خبرنگاران شاهد هستیم و قربانی کمتر رجامی رسانه افغانستان امسال داشته. بر بنیاد اعلامیه این نهاد، با وجود کاهش رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در سال 2022، اما رویدادهای چون لتوکوب و بازداشت خبرنگاران در این سال همچنان بیشتر بوده است. سال 2022 بر رسانه‌ها و خانواده رسانه، خبرنگاران یک سال پرچالش، پر از مشکل و جنجالات بسیار زیاد با تمامش داشت. برخی از خبرنگاران از کارشان برکنار شدند و همه قسم برخی از رسانه ها نیز مسدود شد و دلایل مختلف رسانه ها و خبرنگاران مجبور شدند که از کشور بیرون شوند. در اعلامیه این نهاد همچنان آمده که در بیش از یک سال پسین صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کارهایشان را از دست داده، بیش از 50% رسانه‌های تصویری، نزدیک به 48% رسانه‌های صوتی، تمامی مطبوعات چاپی و 80% خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آنلاین نیز نشراتشان متوقف یا محدود شده است.